اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. در جمع عاشقان اهل شمال با شعر و با سرود دریا و موج و رود با جنگل و سپیده و خورشید پاینده بودند. یاران من تمامیشان در شوکت شبانه البرز آوازخوان قصه تاریخ بودند. یاران ماندگار در لنگرود و آمل در رشت و شهسوار در بین سروهای به ابراویز در باغهای اشکور اولیا سرزنده بودند. از کوچه های تالش تا آستارا نام عزیز یارانم را آواز می کنم. روز وصال نزدیک است. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 31 ژانویه 11 بهمن به شما سلام میکنم. دو سه روز پیش داشتم با علی جان میرفتروس صحبت میکردم، گفتم علی جان باید همدیگر رو تو شمال ببینیم. گفت البته، مگه میشه نبینیم؟ این رژیم به وزاریات افتاده، موقع رفتنش خیلی وقت پیش بود ولی الان به همت مردم خواهد رفت. ببینید، همیشه برای ارزیابی یک رژیم، میزان استحکامش، پایداریش، همه اینا رو که میخواییم بررسی کنید، بنشینید نگاه کنید ببینید چه کسانی دارن در ذمش سخن. من 40 ساله دارم، 42 ساله دارم میگم، فلان همکارم دوستم داره 40 ساله میگه، 30 ساله میگه، 35 ساله میگه. اما رئیس جمهوری این نظام که 2 دوره سید علی آقا تو سر ملت زده و در یه دورش خفقان ایجاد کرده، اون جنبش بزرگ سبز رو خفه کرده، به خاطر اینکه این آقا از آقای هاشمی من نزدیکتره، بکنتش رئیس جمهور. خب حالا میگن این آقا چون در انتخابات رد صلاحیت شده این حرفا رو میزن. حرفی نیست، ولی رد صلاحیت شده بود قاعدتا باید مدیق دولت رو میگرفت. اینا برای سید علی آقا اونجا نزدیک نمیشن چون براشون درد سر داره، اما این میتونه نزدیک بشه. برای همینم من بهش میگم اگر میخوای ملت ببخشنت، اگر میخوای ملت جایی بهت بدن و بگن تو روزگاری در برابر ملت ایستادی ولی امروز به ملت پیوستی. محمد ولی خان سپهدار یه وقتی برای سلطان شمشیر میزد، اما در یک بزنگاه تاریخی وقتی ممدلی شاه حاکمش کرده بود، به جای اینکه بره بشه تو حکومت از مزایاش برخوردار بشه، پول نقدم براش فرستاده بود، سپاهش رو برداشت و برد به تهران و ممدلیشا رو سرنگون کرد به همراه بختیاری ها. خب محمد ولی خان اسمی در تاریخ گذاشت که بعداً بر نوادگانشم، بر فرزندانشم این اسم وظایف را مقرر کرد، یعنی که
باید به وطن دل بسته باشی. و نتیجه چی شد؟ دکتر خلعتبری، عباس علی خلعتبری وزیر خارجه ما و نواده او نشان داد که چقدر پایبند. حالا آیه احمدی نژاد، بهت میگفتم توفه آرادان اب نداره، بیا ثابت کن توفه آرادان نیستی، بیا ثابت کن فرزند سرفراز آرادانی، بیا ثابت کن به ایران دل بسته. اما این حرف اخیرش که زد در واقع همصدایی با ماها کرد که کشور رو سید علی آقا داره به چین و روسیه میفروشه. خیلی دقیق و روشن گوش بدید. من اطلاعی دقیق دارم که این روسیه با آمریکایی روی اوکراین و ایران با همدیگه تاخ زدن. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران. بله، حالا طولانی تره، من همین تیکش برام کافی بود که ایشون به یه توافقی در پس پرده بین جو حسن بایدن و عالی جناب پوتین اعتقاد داره. من به این اعتقاد ندارم. من معتقدم که جمهوری ولایت فقیه نوکر روس هاست. مسئله این نیست که حالا مورد مهرشون قرار بگیر روسا بیان طرفشون. روسا همه جا هستن، احتیاج این طرف برن. صنایع نظامی روسا هستن، صنایع امنیتی روسا هستن، صنایع گاز و پتروشیمی و نفت روسا هستن. روسا چی دیگه میخوان؟ کدوم کشور غیر کمونیست سابق یا وابسته سابق هست که مثل جمهوری ولایت فقیه نوکر روس ها باشه، نوکر چینی ها باشه؟ ببینید اینا چرا انقدر اصرار به چین دارن؟ چون چین یک کشور فاسد کراپت. حالا پیشرفت کرده، رفته جلو، نمیدونم تو همه صنایع به ضرب دگنک مردم هم خوشحال کردن، لغ ریختن جلو دست و پاشون بخوره. ابنه خوشا به سعادت مردمش که قرار آزادی اجتماعی داره. حالا ما ده برابرش رو داشتیم قدر ندونست. برای که چینی ها اهل بده بستونن، معامله پورسانت میدن، پورسانت میگیرن. در نتیجه آل عسکر اولادی تازه مسلمان که در قبضه دارن تجارت با چینو، دامادا، برادرزادا، خواهرزادا، آیزنه ها، اینا همشون هر کدومشون دستشون با یه شرکت وصله. آدم های عاقلی هم هستن، مثل نعمتزاده نیستن، بخوره نخواد به کسی بده. اینا سهم رو میدن، تقدیم میکنن، ترانسفر به حساب مخصوصی که دارن. قربانت گردم، این سهم امام و خمس پولای ماست، خدمتون تقدیم میکنم. و اون آقا نمیپرسه تو چطور 5 میلیارد به من میدی، چقدر بردی که داری 5 میلیارد میدی به من؟ نه، دستتونم درد نکنه، معاملات بعدی هم یادتون نره. این نوع چینه. ولی در مورد روسیه قصه فرق داره. چین حالت یه شریک دزد داره که با شرکای دزدش توافق میکنه. دو دسته گانگستر نگاه میکنید، یکی کوچولوتر، یکی گنده تر. یکی 1.5 میلیارد داریم جمعیت، یکی 80 میلیون. گردنه های تگزاس رو نگاهتون از تو فیلم ها، یه دسته گانگستر بودن، 12 مرد خشمگین، نمیدونم یادم از شهیار قنبری اون وقتی یه سری طنز گفته بود برای سامپکینپا، سامپکینپا ای تمام شادهایت اسلو موشن، با مزه بود گفته بود، چاپم شد اینجا. در حال میگم اینو میگفتم براتون که چین و روسیه در واقع جمهوری ولایت فقیه گفته مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، اینا ما رو غارت میکردن، حالا شما دوتا بیان اینا رو از دهات ما بیرون کن. اون دوتا هم اومدن گفتن بسیار خوب، ما ترتیب میدیم بیرونشون میکنیم.
بگید باز مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ولی در مقابل جنوبتون مال ماست، شمالتون هم مال اونه. قرارداد 1919 واقعا آدم تاریخ رو باید مکرر بخونه. آقای وثوق الدوله ایران رو نفروخته بود، بارها گفت در اون شرایط گزیری جز این نداشت، استقلال ایران میرفت و ایران تیکه پاره میشد، اومد یه قراردادی بست. موضوع زشت قرارداد اون پولی بود که گرفتن، البته اونم گفتن این پول رو گرفتیم برای اینکه خدمت کنیم. خب چرا سارم و دوله گرفت، چرا نصد دوله گرفت؟ برای رضا شاه ازشون پس گرفت. اینا در اون شرایط ایران رو واگذار نکرده بودن، بلکه مستشارا رو از انگلیس می آورد برای بازسازی ارتش یا ایجاد ارتش نوین، ازشون کمک می گرفت، سلاح از اونا می گرفت، ولی ایران هنوز مستقل بود. ایران هنوز بالاخره یک کشور مستقل به حساب می اومد. هنوز دولت مردانی بودن یا دو جلو وثوق الدوله ایستادن، مخالفت کردن. و اینا خیلی جا، مثلا در دورانی که مصوفی الممالک کابینه تشکیل داد، وثوق الدوله وزیر عدلیه شد، در مجلس باش مخالفت کردن، از جمله دکتر مصدق سخت باش مخالفت کردن. ولی میخوام بگم کشور رو نفروختن، ولی اینا کشور رو فروختن به معنای واقعی کلمه، کشور فروخته شد. و این اسباب تأسف، اسباب تأسف بسیار. من بارها نشستم و فکر کردم که خدایا، اون روز دیروزی که بچه ها توی کلاب هاوس ازم میپرسید که آقای خامنه ای شب میخوابه خوابش میبره، گاهی من به این فکر میکردم. خیلی وقتا گفتم خب این سید علی که من میشناختم، این واقعا این کارایی که میکنه شب خوابش میبره. بعد متوجه شدم قدرت خانوم همه چی رو از آدم میگیره، همه چیز رو، اعتبار، انسانیت، ارزش، بزرگی، همه چی رو از آدم میگیره، جایی برای آدم باقی نمیگذاره. انسان در تصور خودش گمانش بر اینه که خیر خوب من این کارها رو امروز کردم، نگاه کنم ببینم کدوم یکی این کارها درست بوده، کدوم غلط بوده. اگه کار غلطی کرده شب خوابش نمیبره، ولی شما خیلی راحت میتونید بکشید و شبم خوابتون ببره، چون قدرت خانم رو بغلتون دارید. من پیام وحید افکاری و دو سه نفر دیگر رو گوش میکرد، شما هم گوش کنید. کدوم حاکمی است که در وجودش ذره عدالت داشته باشه؟ نمیگم نیم کیلو، یک کیلو، پنج سیر، نه، یک مثقال. اینو گوش بده از خجالت نمیمیره. نگاه کن، گوش کنید ببینید وحید چه. وحید افکاری هستم. از چی بگم؟ از اینکه برای ائتلاف گرفتن من رو تهدید به اذیت و کتک زدن نوید میکردن، یا از اینکه خانوادم رو بازداشت کردن، از لحظه ورودم انواع شکنجه ها رو متحمل شدن، پلاستیک رو سرم میکشیدن و پایینش محکم میگرفتن و بعد از حدود یه دقیقه باز میکردن و دوباره تکرار میکردن، در حالی که قل زنجیر بودم با شوکر به همه جوی بدنم میزدن، سر تا آویزونم میکردن و ساعت ها با باتوم میزدن کف پام، بعدم وادارم میکردن راه برم. هیچ مدرکی دال بر مجرم بودن من ارائه نکردید و منو بیگناه تو زندان نگه داشتید. امروز مرزهای بیشرفی جابجا شده، برای که نشون بدن ما امنیت رو داریم برقرار میکنیم، انسانهای بیگناه رو دستگیر میکنن، بدون مدرک بازداشتشون میکنن و بدون مدرک محاکمهشون میکنن و بهشون حکم میدن و زندگیشون رو ازشون میگیرن و حتی بدتر از اون اعدامشون میکنن. امروز 16 روز اعتصاب قضایی زندانیان معترض در بند است که بار همه رنجها را بر خود هموار کرده اند ولی دم بر نمی آورند. ما هر اذیت و آزاری و هر لطمه‌ای و خسران تازه‌ای را به جان خریده ایم
تا دیگر هیچ زندانی در زندانهای ایران این تماس از زندان تهران می باشد. چه تمیز. ممکن است خیلی ها بپرسند یعنی چه؟ این نامی از مرگ است که برای اولین بار دادستان این رژیم جعفری دولت آبادی در مورد زندانیان سیاسی به کار برد و گفت قرار نیست همه‌تان را با طناب و گلوله بکشیم. عدم دسترسی شما به امکانات بهداشتی و درمانی روشی تمیزتر برای کشتن شما است. اکنون سال هاست در زندانهای رژیم در مورد زندانیان سیاسی این روش اجرا می شود. حاکمان نامشروع ایران از ابتدای حکومت خود اجازه ورود سازمان عفو بین الملل که وظیفه‌اش بازرسی بر نحوه عملکرد دولت‌ها بر زندان‌ها است را بسته‌اند تا بتوانند به راحتی و با دست باز مخالفان خود را سلاخی و به گور سرد بسپارند. اکنون خواسته ماست که فعالان حقوق بشری و مدنی این تماس از زندان تهران می باشد برده شدیم و گزارشگر حقوق بشر در امور ایران آقای جاوید رحمان با جدیت به این موضوع ورود کرده و نمایندگان سازمان عفو بین الملل بتوانند با زندانیان سیاسی زندانهای ایران از نزدیک ملاقات کنند. جان ما در خطر جدی مرگ قرار دارد. نامه‌ای به مادرم. مادر، به مسجد پا مگذار. می‌دانم که در مسجد خدا را جستجو می‌کنی. می‌خواهی خوب، پاک و بهشتی باشی و خود را از آشوب‌های دنیوی برهانی. اما صبر کن مادر. آن روحانی که نماز صدا او ابتدا می‌کنی، آن روحانی که پای منبر و روزش می‌نشینی، فرزندت را، فرزندان ایران را به زندان افکنده است. چه فرقی می کند؟ با حمایت از حاکم مستبد یا با سکوت در مقابل جفاکاری او؟ مادر، در عصر جمهوری اسلامی آخوندها همگی مسئول ایجاد یا تداوم وضعیت کنونی کشور هستند. چه حکومتی باشند، چه غیر حکومتی. طلاب و عالمان دینی نیکندیش سال هاست که از این حکومت تبری جستند و دیگر جامعه ننگین روحانیت را بر تن نمی کنند. عبا و عمامه نشانه اتحاد تمامی آخوندها بر ضد ملت ایران است و دادگاه ویژه روحانیت با خلع لباس از روحانیون مخالف حکومت تداوم این اتحاد را تضمین کرده است. آخوند خوب و آخوند بد صرفا در حکم پلیس خوب و پلیس بد است در معرکه فریب قربانیان. هدف همه روحانیون یک چیز است: فریب ملت و قبضه قدرت. مادر، آخوندها اگر جاهل نباشند وقیحند. اگر وقیح نیستند پس چگونه یک آخوند حکومتی به خود اجازه می‌دهد درباره اموری غیر مرتبط با حرفش که هیچ فهمی از آن ندارد همچون تورم، رشد اقتصادی، بودجه کشور، سیاست خارجی، مسائل امنیتی و تصمیمات نظامی و هسته‌ای اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد؟ و چگونه یک آخوند غیر حکومتی ممکن است با آن همه لاف و گزاف در مورد ثواب مبارزه با ظلم در مقابل ستمگری هم‌لباسی های خود در مسند حکومت سکوت اختیار کند؟ آخوند حکومتی با آن همه عقده های فرو خورده معلوم است که لذت ریاست را با تمام دنیا عوض نمی کند. او برای حفظ قدرت حاضر است از جان ناقابل، جسم ناقص و آبروی عاریتی خود نیز بگذرد و یا از روسیه مستقیم به کرمان برود، چرا که زندگی بدون داشتن جاه و جلال حکومت و احترامات فائقه زیر دستان برای او به پشیزی نمی ارزد. آخوند غیر حکومتی نیز در آرزوی رسیدن به قدرت و سروری نظام آخوند سالار را بر هر نظام دیگری ترجیح می دهد، چرا که به خوبی می داند که در یک نظام مردم سالار جایی برای عرض اندام دین فروشان نادان در عرصه حکمرانی وجود ندارد. مادر، به مسجد پا مگذار.
چون تقویت روحانیت به معنای تضعیف ملت است. تجربه 40 و چند ساله جمهوری اسلامی پیش روی ماست. دیگر چه باید بشود تا این فرقه تبهکار و بی‌شرم را از خود برانیم و به حجره هایشان بازشان گردانیم؟ اینها جز پاشیدن بذر دشمنی در میان ما، به فقر کشانیدن ما، به زندان افکندن ما و قتل ما در زمین و آسمان چه کردند؟ مادر، تو را به خدا به مسجد پا مگذار. عبدالرسول مرتضوی، 8 بهمن ماه 1400، زندان رجایی شهر. واقعا متأثر میشه آقای مرتضوی، یه شخصیت برجسته. هر دوی دیگر هم همینطور متأثرم کرد، وحید افکاری و حمید آقا جعفر کاشانی، هر دو. آقای خامنه‌ای راحت بخواب، بگو بادت بزنن، خیلی خوبه دیگه، رهبر معظم و مقام معظم رهبر. شما فکر کنید به چه درجه از حقارت رسیده. آقای خامنه‌ای نامه داده برای آقای بارزانی که مبادا در کابینه با صدر و با حلبوسی مؤتلف بشید و مالکی نوکر منو نیارید. یه مقام معاون رئیس جمهوری یا معاون نخست وزیر، آره تشریفاتی هم شده، بهش بدین یه عمر نوکری ما رو کرده، بالاخره یه مقام باید داشته باشه دیگه. برید آقا، برید اینا رو بیارید، آمری رو هم بیارید، حالا آفتاب داری نخست وزیر رو بهش بدید، در شأن و مقامش همینه دیگه، بیارینش. دزده، بالاخره خمس و زکاتش هم میده. باور کنید نفرتی آقای خامنه‌ای علیه خودش در لبنان و در عراق ایجاد کرده، من حیرت میکنم چطور این مرد اینا رو نمیبینه، چرا ولایتی اینا رو بهش نمیگه، چرا حداد عادل نمیاد بهش بگه، چرا عربی دانهاش نمیان بهش بگن تلویزیون المستقبل چی داره بهش میگه، فقط المیادین رو براش میارن. خب معلومه آقای غسان بن جدو جزو عتبه آستان مبارکه، العالم مال خودتونه، المنار مال حزب اللهتونه، اینا رو چرا بهش میگید؟ برید العربیه رو براش بیارید، العدس رو بیارید، تلویزیون های لبنان رو بیارید که از صبح تا شب فحش و ناسزا بهش میگن، چرا اینا رو نمیارید؟ تازه ترسم بعضیاشون حزب الله دارن، حزب الله سر میبره، ماشین منفجر میکنه، و علی رغم این اینا میگن. عراق خدا شاهده، گاهی این تلویزیون عراق میگم 100 تا تلویزیون، میگم اگر آقای خامنه‌ای یک ذره درک داشت، مفهوم غیرت ملی رو درک میکرد، اون مردک که توی روسیه اون جور بی احترام کردش، ایران رو بی احترام کرد، پس گردنش میزد میگو مردی که برگرد برو توی دادگستری آدماتو بکش. ببین کار به کجا میرسه که صدای احمدی نژاد هم در میاد. در ادامه همین گفتهاش میگه روسیه در طول تاریخ جز ظلم به ما کاری نکرد. همین دوتا مقاله که من اخیرا نوشتم. همه ما یه این صدامون هم بلنده که روسیه جز ظلم به ما کاری نکرده. حالا آقای سفروف بیاد بگه بله مخالفان جمهوری اسلامی با ما بدن، با شما همه بدن، چون در طول تاریخ 300 ساله ایران جز ظلم به ما کاری نکردی، وطنمون رو اشغال کردی، 10 دفعه اومدید روسیه، اومدید تبریز، مشهد رفتی، قبر امام هشتم رو بمباران کردی. اتفاقا رضا همکار من برام فرستاده بود تصویراش، حالا اگه بتونم براتون نشون خواهم داد، که حرم امام رضا رو آقایین روس‌ها به چی در بود. حالا شما فکر می‌کنید مثلا این آقای پوتین با تزار یا با استالین فرقی میکنه؟ نه، یه سرهنگ کی‌جی‌بیه، زبل بوده، مافیا رو خوب بلد بوده، سوار قدرت شد، هی هم باد کرده روسا رو بهشون غرور کاذب داد. این داستانه. اگر یک ذره این حاکمیت مسلط بر ایران، یک ذره فقط
اعتبار ملی ما رو حفظ میکردن. شما باورتون میشه دردناکه که 86 نفر به عنوان نوابق کشور در المپیاد شرکت، 82 تاشون کشور رو ترک میکنن، بقیهشون کجا؟ خودتون نگاه کنید کلیپ. دبیر انجمن استعدادهای برتر گفت 82 نفر از 86 نفر مدال‌آور المپیادی مهاجرت کردند. حتما براتون جای سواله که اون 4 نفر چرا تو ایران موندن. 2 نفر از 4 نفر باقی مونده امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه زندانی هن. اژه‌ای قبل از برگزاری دادگاه گفته بود این دو با گروه‌های ضد انقلاب ارتباط داشتن و تحت آموزششان بودند. هرچند هیچ کسی انتظار صداقت شما رو نداره. همون شب اول که ماموراتون ریختن خونه ما، خود ماموراتون گفتن علی مشکلی نداره و فقط یک بررسیه. هیچ جا بجز ایران بعد از دستگیری و حتی قبل از صدور کیفرخواست، رئیس دستگاه قضا از قطعیت جرم دستگیر شدگان سخن نمیگه. شما هیچ مدرک جرمی از علی نداشتین که اگه داشتین تا الان 100 بار جار زده بودید. حالا فهمیدید چرا 82 نفر از 86 مدال آور المپیاد از وطنشون فرار کردن؟ هشتگ فرار از زندان. پیادی های ایران از مسابقات جهانی چین برگشتن با دست پر. کسایی که یک افتخار بی نظیر برای ایران آفریدن، مدال خوشرنگ طلا، مدال برنز توی رشته ورزشی اگر داشتید، خیلی هم حمایت معنوی، هم فرض کنید که حمایت رسانه ها، هم رسانه ها شروع کردن. اجازه بدید که ببینید مدال طلا کشوریه برای توه. علی یونسی 20 روز و امیر حسین مرادی 40 روز در اتاقهای 2.5 متری بدون پنجره. به گفته خودشان روز و شب را فقط از طریق صدای اذان تشخیص می دادند. یک سال و نیم هست اینا در سلولهای دربسته بند 209 هستن، به این شکل فقط دو بار یا سه بار در هفته برای مدت 20 دقیقه هواخوری دارن. من صد روزگی علی توی اوین بودم و با اینکه تایم زیادی از دستگیری میگذشت، ولی این چشاش باد که هنوز باد داشت، مویرگای داخلش معلومه، این چشاش خون بود قشنگ، هر دو سه ساعت ازش چرک میومد، خوناب میومد. بچه من سیاسی نبود که، بچه من یه بچه آروم بود، فقط اینکه میدونین به نظرم اومد که آخرین راهی که به نظر خودش رسید اینکه 2 متر تناب بخره، گردن خودش رو مهمون اون تناب کنه تا پسرش رو نجات بده. الانم بهش فکر میکنم شاید فکر کرد که با اینکه خودش رو قربانی کنه جون پسرش رو بتونه نجات بده. ببینید ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه شغل اونها توجه نداریم. اوایل سال 98 اینا من توی یکی از کانال های طرفدار سازمان بودم. رو چی پرتاب میکردیم، دوری آتیشی درست میکرد، داشتی آتیش موقتی فیلم میگرفتیم، فیلمش رو ارسال میکردیم برای اونا. یک بار گفتش که منو بردن که میگفت لباس پوشوندن و دوربین گذاشتن و شروع کردن ازم سوال پرسیدن، من جواب میدادم، میگفت یک روز میگفت طول کشید، مثلا سر یه جمله 10 بار میگفت شاید برداشت میگرفت، میگفت نه اون لحنی که ما میخوایم اینجوریه، اینجوری باید بگی. شما اگه اشراف بهتری به تحصیل داشتید متوجه میشدین کسی که شبانه روز برای گرفتن مدال طلای جهانی تلاش کرد و بعدش دانشجوی شریف شد و چند جا تدریس میکنه و توی شرکت پاره وقت کار میکنه، اصلا وقت برای کار دیگه پیدا نمیکنه. شرم بر این حکومت جائر، بر حاکم جائر. این جوانان وطنمون که صاف پا میشن میرن آیتی، میرن بهترین دانشگاه‌های جهان، 3 تا الان تو سوربن داریم، UCLA داریم، دانشگاه کولومبیا داریم، جورج تاون داریم،
ای داد، ای وای بر تو سید علی آقا، چه نام سیاهی در تاریخ گذاشتی که تمام خاندان تو در بر میگیره. دیروز از من سوال میکنن راجع به اقوامت که در زندانن، چیکار میکنی چشمت به بدری خانم خواهرت میفته، بچه هاشو میگیری. امروز روز تولد گلپای عزیزم هست، اکبر گلپایگانی، مردی که با صداش ما بزرگ شدیم، با صداش به زیبایی و عشق و به دوستی و به همه رسیدیم. اکبر جان تولدت مبارک، گوش میدیم به صدای عزیزش. باره خب گلپا همیشه خوبه. در چشم نیم روز بر دشت میرود اسبی خمیده گردن لخت و بیلگام، چون مهره نشسته بر بام آسمان خورشید سرفم. این شعر مهره سرخ سیاوش کسروی یه شعر عجیبه، یه شعر عجیبه، در واقع بازگویی سرشت و سرنوشت یک انسان آزاد است. خب سیاوش دوست ما بود، بزرگتر از ما بود، ما اقتدا بهش میکردیم. گاهی میرفتم توی دفترش، میرفتم پیشش و خیلی روزای عجیبی بود. سپانلو، با سپانلو میرفتیم و بعد خونه شون، بانوی گرامیش چه مهر و محبتی داشت، برادر همسرش نوذری عزیز که یادش گرامی بود، دوست من دکتر بشیرتاش توی برنامه دیدنیش که چالش من همیشه خودم میبینم، اشاراتی به سیاوش داشت که دور از واقعیت بود. به این دلیل دارم میگم، چون این اشارات دکتر بشیرتاش هم روی تعمد و روی دشمنی نگفته بود، اینا چیزایش که شایعه. سایت ها رو میدید تحقیق میخواید بکنید راجع به سیاوش کسروی، میبینید اینا اونجا نوشته بی ربط، بدون این که خودش هم امروز وجود باشه که بتونه پاسخ. اما ما لیلی و بی بی هستن، پسر نازنینش که انقدر عاشق ایرانه به خاطر استادیش در زبان روسی، در کاراته، در تکواندو، در کاراته، میره مترجم تیم ملی میشه در مسابقه داره با روسیه و مجانی بدون دریافت پول و کار، و در این حال با بچه ها راهنمایی هم میکنه، بهشون آموزش هم میده، چیزهایی که خودش بلده به اونا میگه. درخشان مترجمی میکنه برای تیمای ورزشی ایران و بی بی در دور از وطن با یاد همیشگی پدر. درود بر شما خانم کسروی عزیز. سلام دکتر نوریزاده، با این پیش گفتاری که شما گفتین دیگه لازم نبود منو بیارین اینجا. نه اختیار دارید، خواهش میکنم. شما به هر حال یادگار اون دوست نازنین ما هستید که خیلی من متأثر بودم بر این که او جایگاهش خیلی بالاتر از این بود که اینجا و اونجا راجبش می نویسن. دلم میخواد یه توضیح راجب بعضی از این اشاراتی که به اشتباه نسبت به ایشون، شغلشون یا مادرتون یا اینا گفته شده، خودتون توضیح بدید که از زبان دوست باید حقیقت رو شنید نه از زبان غیر. خیلی ممنون دکتر نوریزاده. ببینین در این 42 سالی که انقلاب شده و این 27 سالی که پدر من فوت کرده، خب خیلی ها خیلی چیزا گفتن و همینجور که شما میدونین خانواده کسرایی با همیشه با احترام به پروتکل، پروتکلایی که ما باهاش بزرگ شدیم نه اونی که الان عرفه در ایران، همیشه رعایت کردیم و اگه نشناختیم حرفی نزدیم، یعنی گفتیم که خب همه میدونن و حرفی نیست که زده بشه، چرا آدم به این چیزا جواب بده یا به این کسان. اولا به احترام شما و کانال شما، چون من دیدم که این تو کانال شما هست، خب شما رو من میشناسم. آقای سعید بشیرتاش رو من واقعا تا هفته پیش نمیشناختم، برای من فرستادن که همچی حرفایی زده شده، آیا نمیخوای جواب بدی؟ گفتم نه،
بعد دیدم که توی کانال شما گفته شده و اشکال 42 سال از مرگ یکی گذشتن و این رژیمی که ما باهاش در ایران مواجه هستیم اینه که بعداً اینا وقتی گفته بشه و تکرار بشه و سندیت پیدا میکنه. درست. میگن کی گفته؟ میگن کانال ایران فردا. پس اون که میدونسته گفته. یا این حالا تو این هفتهی که من آقای بشیرتاشو نمیشناختم اینقدر برای من فرستادن که راجبش اینو بگو، نمیدونم زنش تو پارلمان اروپا این کارو کرده، خودش نمیدونم. اصلا نمیخوام بگم این حرفا رو، چون اگه من بگم کوچیکی منه، میدونین. برای اینکه مثلا من این حرفا رو بزنم خود این آقا نمیاد بگه که من میرم تو رو سو میکنم، تو به چه مدرک و سندی این حرفا رو زدی؟ حتما میکنن، میدونین. من خودم هفت تا نماینده پارلمان اروپا دوست منه، دو تاشون همشاگردی ایرانی هم نیستن. خب من میتونم برم بگم خب اینو اینو، یعنی این کارا اشتباس. ولی در مورد حرفایی که زده شده، ببینین 42 سال پیش ایشون شاید نبودن، ولی شما میدونین ایران استیک هاوس نداشته. درسته. گفتم اگه استیک هاوسی هست به من بگین، من جایزه بهتون میدم. درسته. بابای من نه تنها استیک هاوس نداشته، بلکه پولی رو که کارمند دولت هم بوده، بله، پولی رو هم که از کتاباش در میمده همه میدونن که یا خرج دانشجوهایی که از شهرستان میمدن تهران کمک خرجشون میکرده، یا خانواده های زندانی سیاسی که پولشون قطع میشده به خاطر اینکه پدرشون یا مادرشون در زندان بوده. مادر من، در مورد مادرم هم توضیح میدم. پس اینکه سیاوش کسرایی استیک هاوس نداشته و خارجی ها نمی رفتن. پدر من به سفارت های خارجی دعوت می شد، هرگز نمی رفت. شهبانوی ایران زنده است، می تونن بگن دربار هر سال هنرمندانی رو دعوت می کرد، ایشون دعوت می شد نمی رفت. هیچ سفارتی رفت و آمد نداشت. می گفت من تو خیابون چرچیل بود، مثلا اینکه می گفت راه می رفتم از جلوی سفارت روسیه رد نمی شدم که یه وقت نگه این با کسی حرف زده، می دونین. یعنی واقعا خیلی منظم. مادر من خیاط خیلی معروفی بود، دیزاینر معروفی بود، دیزاینو در آمریکا در سالهای 50 در آمریکا خوند. برادرش محمود نوذری سرطان گرفت، آمد پاریس، اونجا با دیور و پیر کاردن، خودش اصلا میگه که برش اون موقع همیشه رو کاغذ بود، برش پارچه رو تن رو از پیر کاردن یاد میگیره و میاد ایران. خوشبختانه اینا رو هم به شما میگم که خودتون میدونید، نه پوز میدم نه هیچی. و همیشه هم عیان ها میمدن پیشش، خیلی ها هم بهش رفرنس میدادن، میگفتن فلانی مثلا زن رئیس ساواک یا نمیدونم چند تا از این ساواکی ها، خلاصه خانوماشون خیلی دلشون میخواست که بیان. مادرم همیشه میگفت من این کارو، این کار منه، ولی من به خاطر سیاوش، آبروی سیاوش این کارو نمیکنم، اینا رو قبول نمیکنم. اگه مادر من پیش اشکالی هم نداشت که اگه خب مثلا گفتن لباس عروسی فرح دیوار مادر من، خب همه میدونستن که کریستیان دیور این لباس رو درست کرده. درست. میدونین اصلا نوشته شده بود. و اگه مادر من خیاط دربار بود یه عکس از ایشون با فرح دیوار حتما بود، که خیلی هم ممکنه برای خیلی افتخار باشه. خب حتما بود. منم با کمال احترام به فرح دیوار، به رضا پهلوی، یعنی اصلا گفتمان درست اینه که آدم هیچ مرض و ورز شخصی نداشته باشه. اینا دروغاییه که یه کسایی در میارن، بعد به یه کسایی میگن که اونا رو تیر بکنن، که اونا بیان یه حرفایی بزنن. هیچ کدوم هم بد نیست. آدم استیکاس داشته باشه بد نیست، آدم حیات دربار باشه هیچ بد نیست، ولی در مورد اینا صدق نمی کنه. حالا ببینید، من زندگی شما رو ببخشید، من زندگی شما رو از نزدیک کاملا توش بودم، کاملا. اولا پدر شما یه روحیه‌ای داشت که آقا منش بود، لباسی شیک میپوشید، راه رفتنش، حرکات، این طبیعتش بود. حالا بنده تو زندگیم نمیدونم فلان ندارم، ولی 20 تا کراوات دارم. این دیگه دلیل برای نیست که من مزدور فلان جان، نه.
نکته بعدی هم همون مادرتون بود که به خاطر هنرش، به خاطر اتفاقا خیلی در زندگیتون او وجودش مؤثر بود، کمک میکرد برای اینکه با حقوق کارمندی که نمیشد زندگی کرد، دوتا بچه رو بزرگ و نقش مهمی داشت. بنابراین من ایمان دارم با توجه به اینکه شخصیت دکتر بشیرتاش رو میشناسم، همسر نازنینش گرامیش رو در پارلمان میدونم، این تعمدی نبوده، این در واقع در پس مطالعات که آدم میکنه اینا رو میبینه و چقدر خوبه انسانهای مثل شما این نقطه هایی رو که میچسبونن به آدم و باقی میمونه. دیگه بالاتر از این بهتون بگم، قاتل فرخزاد اومده توی کلاب هاست گفته من قاتل فرخزادم، یعنی علیرضا نوری‌زاده قاتل فرخزاد و بنده اینجا راست راست را میرم، هیچ کس هم کاری به من نداره، اما من قاتل فرخزادم. ببینید اینقدر این حرفای بی ربط زده میشه، گاهی اوقات اینو میفته جا میفته دیگه متاسفانه. ولی وجود آدمای مثل شما که ناظر بر حقیقت بودن ضروری است. اینی که آدم خودشو نباید کنار بکشه، نه چرا من چرا بگم، نه باید بگید، برای اینکه یه دوست. ببینید من در مورد دکتر نوری‌زاده، من اصلا در مورد، من اصلا ترور شخصیت رو دوست ندارم و برای همین راجب آدمی که نمیشناسم نمیگم. ولی یه نکته ای هست به ایشون و حالا چقدر با افتخار که خانومشون هم مثلا حالا نماینده هستن، ولی جوانانی که میان و در سوسیال دموکراسی غرب بهشون بال و پر داده میشه و اینا میان بالا و از سوسیال دموکراسی غرب در کشوری مثل بلژیک یاد میگیرن. ببینین کشور بلژیک کشوریه که الان داره پادشاه خودشو بازبینی درسته. میکنه، میگن لئوپولد کار بدی میکرد که آفریقایی ها رو تو قفس میذاشت. درسته. میدونین یعنی انقدر بالا هستن، یا انگلستان در مورد پرنس اندرو، میدونین یعنی وقتی که ما به اون منطق و به اون شعور برسیم، اینجوری نیستیم که اگه میخوایم از رژیم سابق خودمون ایران خوب بگیم، اینقدر نکات خوب هست بگیم که لازم نیست کسرایی رو به کسافت بکشیم. میدونین چی میگم؟ بگن اینقدر تو ایران سواد خوب بود، غذا میدادن تو مدارس، نمیدونم سپاه بهداشت، اینا رو بگن. باور کنین خانواده پهلوی واسه شون کمیت داره که طرفدارانی داشته باشن که برای اینکه اونا رو بالا بکشن بیان سیاوش کسرایی رو پایین بکشن. سیاوش کسرایی همقدره، میدونین من دوستای شیلیایی دارم، طرفدار پینوشه، بزرگترین خانواده پولدار شیلی طرفداران پینوشه هستن که همکلاسی من مارینا تیتلبوم کمونیست، همه به پابلو نرودا افتخار میکنن به عنوان یک شاعر ملی و کمونیست، ولی این سفیر بوده، سناتور بوده، میدونین نمیگن پابلو نرودا رو به کثافت نمیکشن چون کمونیست بوده. ولی متاسفانه ما در ایران هم دیگر رو تیکه تیکه میکنیم 42 ساله به اسم دموکراسی. اگه من بیام ایرادای پدرم و حزب توده رو بگم، ایشون بیان، رضا پهلوی بیاد ایرادای زمان شاه رو بگه، وزرای شاه که دوستای پدر من بودن اومدن در آپارتمان مسکو من، بابا بهشون گفت آلی خانی تو ایراد اون زمان رو بگو، من ایراد خودم رو میگم. وقتی اینجوری بشه ما بال و پر پیدا میکنیم بعد از 42 سال. چرا ما یه گفتمان ملی نداریم؟ چرا ما نمیایم مثل دادگاه نورنبرگ هر کدوم ایراد خودمون رو بگیم و مثل آلمان که از ققنوس به بزرگترین اقتصاد اروپا در اومد به اونجا برسیم؟ این ایراد ماست دکتر نوری‌زاده. آفرین آفرین. من یه نکته رو راجع پدر بگم. شامگاهی با هم با اسکندر خطلانی عزیز که کیجیبی تیکه دیگش کرد، از رستوران باکو با هم شب اومدیم مسکو، بابا رو رسوندیم جلوی همون نزدیک اون پیاده رو، من سرش رو گذاشت رو شونه من، هر دو گریستیم شدید، گفتم به زودی هم دیگر رو میبینیم، گفت گمان نمی کنم دیدار به قیامت. ولی حرفی که به من گفتم، سیاوش عزیز دل من، سیاوش کسرایی باید اینجا زندگی بکنه. گفت کجاشی؟ من خوبم، من دبستم تازه که اینجا،
تمام اون تصوراتی که داشتیم رویاهایی بود بر آب رفت. ما عاشق مردممون بودیم، ما برای مردممون فریاد میزدیم، برای معلم و کارگر و بعد. ولی حالا باید این حالت باشه. در حال بسیار از شجریان وارد شد، عین همین شجریان وارد شد، یه نگاهی کرد، شبی بود اولین یعنی هیچ وقت که کسی به شجریان نمیگفت بخون یا نخون یا بکن یا نکن. بابا هم بهش میگفت شجر جان و همیشه هم به ما میگفت اصلا هیچ وقت همچی خواهشای نکنین از کسی. خودش به بابا نگاه کرد، زد زیر آواز، گفت شه خوبان یا منظور گدایان شده ای. ممنونم ازت بی بی کسرایی، واقعا سپاس گذارم، خیلی خوشحالم که سپاسگزار از شما که به من اجازه دادین. خواهش میکنم که مطمئنم دلم میخواست که خودشون ایشون بیان و حتما دکتر بشیرتاش هم اتفاقا دکتر بشیرتاش خیلی علاقه من بود بدون صحبتهای شما رو، گفتم به جان که من فقط بگم صحبتها رو از زبان فرزند اون خانواده عزیز خواهیم شنید، حتما این کار رو خواهد کرد. ممنونم ازت، بسیار سپاس گذارم. سپاس من و درود من به خانواده عزیز و دو فرزند نازنینه. ممنونم، قربون شما، مرسی. خب شنیدیم صحبتهای بی بی کسرایی، دختری بود کوچول، ما وقتی سیاوش رو میدیدیم و ای روزگار. دلم میخواد اینجا باز اشاره‌ای به این کار بزرگ معلم‌های سرزمینم بکنم. هرچی من نگاه میکنم معلم‌ها رو بیشتر احساس غرور میکنم که چنین آزادگانی هستند. آقای رئیسی اولش میگفت بله ما باید به معلمانمون برسیم، معلمان ما لازم دارن، ما باید داشته باشیم هواش. نگاه کنیم معلم‌های ما رو در خیابان‌های تهران و بیش از 50-60 شهر دیگه حضور داره. امروز تحسن هست، یعنی معلم ها به خاطر مسائل مالی و حقوقی که اعتراض دارن کلاس نمیرن. شما دقیقا بگید آقای مدیر به ما گفت که معلم ها به خاطر تحسن و به خاطر بحث مشکلات حقوقی که دارن کلاس نرفتن امروز و ما هم با اداره هماهنگ کردیم شما بدون یک مشکل و بدون سرصدا تشریف به منزل و این عبارت رو فردا تشریف بیارید. مدرسه برقرار کلاس برای امروز تحسنه، یعنی در کل کشور شاید بعضی از مدرسه ها معلم ها کلاس برن ولی بعضی از مدرسه ها مثل مدرسه ما همکارا کلاس نمیرن. میگه ما تحسن داریم، تو دفتر میشینیم و کلاس نمیریم به خاطر تحسنی که هست. اینه که تشریف میبرید منزل به خانواده‌هاتون بگیم و ما هم همین گزارش ایران که بشکم در از ما فیلم میگیره به اداره ارسال میکنیم و در واقع کلاس برگزار نمیشه. امروز دهم بهمن ماه 1400 بیش از 4 ساله که شرکت ریگان خودرو از مردم پول گرفته و هنوز که هنوز پول مردم رو، خودروی مردم رو متاسفانه تحویل نداده و شخص جدیدی به نام پوریا نایبی مدیریت رو به عهده گرفته و مردم رو متاسفانه وقتی برای تحویل خودرو مراجعه میکنن کتک کاری میکنن. عکس‌ها و فیلم‌های این کتک کاری‌ها موجوده. الان این دوست عزیزمون که بنرش هم چاپ شده، بله اینم در مورد کسانی که خودروسازی سرشون کلا گوش. آقا خامنه‌ای میگه بله خودروهای ما در حد کدوم چیز تو کشور در حد. اون برادران خیامی بودن، اون محمود خان بود که اومد پیکان رو اونجوری گذاشت که اون ماشینی که هنوزم اون ماشینی که من داشتم پیکان 48 بود هنوزم داره راه میره. به کسی که فروختم بهم گفت من نگرش داشتم چون کلاسیکه. ای داد چه بگویم من از این سرزمینه. درود بر معلمای کشورم، درود بر اونا. یه نکته رو فقط خواستم به این متقاضیان حج بگم، نرید پولتون رو به اینا بدید، پولتون رو به دست اینا ندید. 15 سال پیش پول دادید هنوز حج نرفتید. ببین فقط چه بهره اینا رو پول شما خوردن. حج رو ول کنید آقا، خود سعودی ها الان داره همه چی رو تغییر میدن. ول کنید این بازی ها رو. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده
با پوزش در اخلالی که در جای برنامه شد. ها دیدار بعدی، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.